سلام جمعه 27 خرداد 90 17 جوان 2011 میلادی در مورد دوازده موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول اینکه دیروز در مسجد اعظم قلحک مراسم ترحیم خدا صابر برگزار شد اما غیر از چند هزار نفر مردم که شرکت کرده بودند صدها نیروی امنیتی از دوراهی در روز تا بالاتر از قلحک رو در اشغال خودشون در آورده بودن فشار آورده بودن که کسی خدا صابر رو شهید اعلام نکنه از زندانیان سیاسی نام برده نشه یک نفرم که در جمع اعلام کرد برای آزادی زندانیان سیاسی سلوات فورا ریختن دستگیرش کردن و سعی کردند که با فشار زیاد مراسم رو کنترل بکنن صدای خدا صابر در مراسم پخش شد و پسر خدا صابر هم صحبت کرد شب قبل از اون هم در منزل خواهر خدا صابر خانواده های زندانیان سیاسی که به مناسبت سوم درگذشت او اعلام روزه سیاسی کرده بودند مراجعه کرده بودند برای افتار و همدردی و برگزاری مراسم خصوصی سوم خدا که باز هم نیروهای امنیتی در حجم وسیعی و لباس شخصی ها و لات ها و ارشواد آدمکش های حکومت حضور داشتند و وارد حریم خانه شدند در حدی که خواهر بزرگ خدا صابر حالش به هم خورد و به هر حال فشار و توهین زیادی رو با ایجاد کردند و از برگزاری مراسم خصوصی در واقع جلوگیری کردند نکته دومی که خانم منصوره بهکیش از مادران ازادار مادران داغدار پارک لاله کسی که در خانواده اونها پنج فرزند و یک داماد در کشتار سال 67 به شهادت رسیدند و قربانی جنایت های حکومت شدند از 22 خرداد در منطقه یوسف آباد بازداشت شده و تا امروز اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست نکته سوم اینکه آقای امیری فر پیشنماز نهاد ریاست جمهوری و از نزدیکان و مدافعین سرسخت آقای رحیم مشایی و احمدی نژاد دستگیر شده بود بعد از چهل روز روز چهارشنبه آزاد شد اما بلا فاصله توسط دادگاه ویژه روحانیت این بار دستگیر شده گفته می شد آقای امیری به دلیل فشارهای وارده در سلول انفرادی حتی یک بار دست به خودکشی زده بوده نکته چهارم اینکه آقای مصطفی دانشجو وکیل مدافع دراویش گنابادی که دستگیر شده در زندان ساری به بند معتادا منتقل شده نکته پنجم اینکه آقای جلال محمودزاده نماینده مهابات و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خانه ملت عنوان کرده که به دلیل ناهماهنگی در اجرای طرح یارانه ها بیش از پنجاه درصد از واحد های صنعتی گاوداری و مرغداری کشور تعطیل شده و هزاران کارگر بیکار شده مسئله افزایش قیمت سوخت و حمل و نقل و سایر هزینه ها به دلیل حذف یارانه ها به تمام تولیدات کشور فشار آورده اعم از تولید صنعتی و کشاورزی و به دلیل نرخگذاری که حکومت میکنه و عدم حمایتی که به عمل آورده واحد های تولیدی در بخش های مختلف کشاورزی دامداری و صنعتی یکی بعد از دیگری تعطیل میشن نکته ششم اینکه شورای شهر تهران تصویب کرده که از اول تیر ماه نرخ کرایه وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی اتوبوس و مترو افزایش پیدا بکنه عدد دقیقش اعلام نشده اما گفته میشه که تاکسی 20 درصد و مترو 30 درصد افزایش پیدا خواهد کرد نکته هفتم اینکه روزنامه کیهان در مقاله‌ای به بانک هایی مثل بانک تات آریا و بانک گردشگری به شدت حمله کرده و اونها رو دست پخت گروه انحرافی دونسته و استفاده از رانت های حکومتی و همینطورم هم صحبت کرده از تشکیل یک بانک جدیدی به نام شرق و از فردی که اسم اون رو نبرده و 17.5 میلیارد تومن به سیستم بانکی بدهکاره نام برده که این فرد وابسته به این گروه آقای مشایی یا به قول کیهان گروه انحرافی است و دست در کار تشکیل این بانک جدید هستند نکته هشتم که آیت الله امجد از شاگردای آقای آیت الله بهجت و مدرسین حوزه علمیه قوم که مدتی است به انتقاد از حکومت می‌پردازه در صحبتی گفته پاسخی برای کشتن و تجاوزها ندارم و بسیجیها رو در واقع سرزنش کرده او گفته به خاطر مردم نجیب و بسیاری از جوانان ارزشمند و متدین و فهمیده که خواستن آزادی و عدالت و امنیت حق طبیعی این جوانان هست ناچارم در مملکت بمانم و الا ترک وطن کرده و عزلت می‌گوزیدم آیت دست غیب هم در شیراز اعلام کرده کسانی که پول میگیرند و مردم رو کتک میزنن این پول پول حرامه و خود این فعل هم فعل حرام نکته نهم اینکه اخیرا احمدی نژاد در محفل خصوصی مطرح کرده بوده که من کلیه مطالبم در مناظره با آقای میر حسین موسوی رو با آقای خامنه ای چک کرده بودم و حتی شب مناظره هم با او تماس گرفته و گفتم من میخواهم اسامی رو بگم و ایشون به من اجازه تام داده بود به نظر من آقای احمدی نژاد راست میگه استثناان چون ایشون دروغ خیلی زیاد میگه ولی این مورد رو احتمالا راست میگه و آقای خامنه ای این جور شخصیت رو داره که پشت پرده خیلی کارها رو بکنه اما هرگز در علن و در جمع عمومی مسئولیت اونها رو به گردن نمیگیره این هم یکی از اون هاست نکته دهم ده اینکه آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در یک گفتگوی تلفنی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از او خواست که دست از کشتار مردمش برداره نکته یازده اینکه که سیفال اسلام پسر آقای غذافی اعلام کرده که پدرش حاضره در یک انتخابات آزاد و زیر نظر سازمان های شرکت بکنه و مطمئنه که پدرش در چون انتخاباتی رای میاره آقای میخائیل مارگلوف نماینده روسیه هم که به لیبی رفته اعلام کرده که آقای غذافی حاضر به کنارگیری نیست و قصد استعفا نداره که اسپانیا هم دولت انتقالی رو به رسمیت شناخته و اعلام کرد که سفیر فعلی آقای غذافی دولت فعلی لیبی از اسپانیا باید خارج بشه اما نکته آخر بحث ماست در خصوص بررسی جنبش های بیخشونت مقاومت مدنی و آزادی خواهانه در کشورهای مختلف که قبلا راجبش صحبت کردیم چون بررسی این جنبش ها در کشورهای مثل شیلی، آرژانتین، اروپای شرقی، افریقای جنوبی و غیره نشون خواهد داد که مدل مختلف از مقاومت مدنی با تاکتیک های مختلف و در شرایط گوناگون چگونه به پیروزی رسیدند و الزامن مدل های مثل مثلا مثل مصر یا تونس نمیتونه مد نظر ما باشه چرا که مهمترین نکته در این کشورها این بوده که ارتشها و دستگاه سرکوب یا به مردم پیوستند یا بیطرف ایستادند ضمن اینکه در جای مثل مصر تدارکات قبلی بسیار موثر بوده از سال 2008 مبارزین مصری تدارکات خوبی کرده بودند که در فازهای نهایی جنبش به کارشون اومد که بعدا بهش میپردیم اما بحث ما در این خصوص راجب به آرژانتینه آرژانتین که در 1976 نظامیانی به رهبری جنرال خورخ ویدلا کودتا کردند و ظاهرا برای مقابله با سازمان های چریکی اون چیزی که به جنگ کثیف معروف شد یک جنگ داخلی رو میخواستن رهبری بکنن اما به سرکوب بسیار بسیار خشن مردم دست زدن کودتاچی های آرژانتین مشخصه کارشون این بود که فوقلاده خشن و آدم کش بودن هر کس رو که برخوردی باهاشون مخالفتی میکرد کرد می رو بودند و ناپدید می شد مجموعا صحبت از ناپدید شدن بیش از سی هزار نفر در آرژانتین حتی گاهی وکلایی که جرأت می کردند و دفاع می کردند از متهمین سیاسی هم ناپدید می شدند و به این ترتیب یک سیطره بسیار وحشتناک در آرژانتین ایجاد کرده بودند. در خصوص نحوه مقابله مردم به خصوص مادران ناپدید شدگان که به مادران پلازا دمایو معروف شدن بعدن در شبهای آینده صحبت میکنیم و بررسی حرکت در آرژانتین که درسای خیلی خوبی میتونه برای ما داشته باشه به خصوص پس از بحران اقتصادی آرژانتین اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و طرف راز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی